سازمان جهانی نفی خشونت در خصوص حملات موشکی اخیر به سوریه واکنش نشان داد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در بیانیه‌ای نگرانی خود را درباره اوضاع اخیر و حملات موشکی به سوریه اعلام کرد و از طرف‌های درگیر خواست با رایزنی و گفتگو این بحران را حل و فصل کنند. در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه ویوز رسیده است آمده ما از آخرین اخبار در مورد اوضاع بحرانی سوریه و هدف قرار گرفتن این کشور توسط موشک های جنگی از سوی کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه با خبریم و اعلام می کنیم که این حملات خلاف منشور سازمان ملل متحد بوده است حملاتی که با ادعای استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی در حمله به شهر دوما و بدون تحقیق و بررسی انجام شد مسلمان آزاده افزود اقدامات اخیر کشورهای غربی در حمله نظامی به کشور سوریه مغایر با تمام قوانین و پیمانهای بین الملل بود و این در حالی است که کشور سوریه درگیر خطر تروریسم و جنگ با گروه های متعدد تروریستی از جمله سنی های توندروست. این بیانیه در ادامه با اشاره به متزلزل شدن امنیت جهانی پس از حمله کشورهای آمریکا، فرانسه و بریتانیا به سوریه تصریح کرد که ادامه این بحران بین المللی منجر به برپای جنگی جهانی خواهد شد که در آن میلیون ها انسان به خاک و خون کشیده می شوند و برای هیچ کس نتیجه مثبت نخواهد داشت. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در پایان بیانیه خود از همه طرف درگیر در این بحران به ویژه کشورهای غربی خواست تا قوانین و پیمانهای بین المللی را نادیده نگیرند و با تحقیق صلحا درباره استفاده از تسلیحات ممنوعه در جهان در حفظ امنیت جامعه جهانی کوشا باشند.